سر خط خبرها. خبرگزاری صدای افغان آوا 19 ساله شد. شرکت کنندگان در وبینار بررسی رویکرد فرهنگی رسانه‌های افغانستان، فعالیت‌های فرهنگی مهمترین موضوعی که خبرگزاری آوا از ابتدا به آن توجه داشته است. محکومیت حملات اخیر در کابل، بغلان و هرات توسط ارگ. اشرف غنی میگوید تداوم خشونت‌های طالبان نشان دهنده آن است که آنها به حل بحران کنونی و صلح باور ندارند. انتقال قدرت فقط با انتخابات ممکن است. و مسکو فردا میزبان نشست صلح افغانستان. هیئت 16 نفری از افغانستان، طالبان و زلمه خلیلزاد در این نشست شرکت خواهند کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام حضور شما همراهان گرامی خبرگزاری صدای افغان. با خبرهای امروز همراه ما باشید. با مناسبت فرارسیدن 19مین سالگرد تأسیس خبرگزاری آوا، وبینار بررسی رویکرد فرهنگی رسانه‌های افغانستان دیروز برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین حسینی مزاری، رئیس خبرگزاری آوا، که حول محور نگاهی بر رویکرد فرهنگی خبرگزاری آوا در طول نزدیک به 2 دهه صحبت می‌کرد، فعالیت‌های فرهنگی را مهمترین موضوعی دانست که خبرگزاری آوا از ابتدا به آن توجه داشته است. وی امنیت ملی قوی را از لوازم نظامی قوی هر کشوری دانست و گفت ستون فرهنگی قوی‌ترین ستون استوار یک کشور است. در یک کشور در راستای شکلگیری ستونهای امنیت ملی، فرهنگ نقش اولیه و زیربنایی دارد و امنیت ملی به هر حال میتواند قوی باشد که کار فرهنگی قوی صورت بگیرد. یعنی ما بتوانیم در سطح اجتماع از نخبگان بگیر تا پایین ترین سطح اجتماع در رابطه با بالا بردن و ارتقای فکر و فرهنگ عمومی کار جدی کرده باشیم. اگر در یک جامعه فرهنگ قوی بود و به هر حال برداشت های عمومی مردم از زندگی و نحوه زندگی بالا بود و ارتقا یافته بود، قطعا ستونهای قوی امنیت ملی شکل میگیرد و این امنیت ملی باعث بشود که زیربنا و ساختار یک نظام قوی و قدرتمند را شکل بدهد. رئیس خبرگزاری آوا در ادامه بر اهمیت ارتقای اطلاعات و آگاهی‌های عمومی در رشد فرهنگ هر جامعه و نقش رسانه‌ها در این خصوص ابراز داشت. اگرچه وظیفه عمده و مهم رسانه‌ها انعکاس نیازها و مشکلات مردم و رساندن آن به گوش مسئولین و پاسخگو کردن آنهاست، اما رسانه‌ای می‌تواند موفق‌تر باشد که در عرصه‌های فرهنگی هم ورود داشته باشد. حسینی مزاری همین اولویت کار فرهنگی را از عوامل ایجاد خبرگزاری آوا در 26 حوت سال 80 دانست و در عین حال تأکید کرد که سابقه کار رسانه‌ای ما به دهه 70 برمی‌گردد که بیش از 10 سال خبرگزاری فریاد عاشورا و بعد از آن خبرگزاری تبیان را داشتیم. ایشان با بیان اینکه خبرگزاری صدای افغان خود را موظف می‌داند مشکلات مردم را به گوش مسئولین امر دولتی و حکومتی برساند و دولت و حکومت را نسبت به مردم پاسخگو کند، خاطر نشان کرد. خبرگزاری صدای افغان آوا علاوه بر اینکه خود را موظف می‌داند مشکلات مردم را به گوش مسئولین امر دولتی و حکومتی برساند و دولت و حکومت را پاسخگو بکند نسبت به مردم، اما در سایر عرصه ها، در عرصه اقتصاد، در عرصه خود فرهنگ، در عرصه نظامی و امنیتی، در عرصه سیاسی هم با برنامه های متنوع، با گزارش های به هر حال حرفه‌ای و اخبار و مصاحبه ها و نوشتن مقالات و تحلیل ها و تفسیرها کوشش کرده است که کار اثرگذاری در عرصه فعالیت‌های فرهنگی انجام بدهد. رئیس مرکز تبیان خبرگزاری آوا را یکی از رسانه‌های مقتدر و توانمند در افغانستان نام برد که به شدت و جدیت پیگیر فعالیت‌های فرهنگی تأثیرگذار بوده و سابقه درخشانی دارد.
او به ورود دشمنان کشور در عرصه فرهنگی هم اشاره کرد که با امکانات بسیار زیاد کار ضد فرهنگی کردند. در افغانستان طی 19 سال اخیر متاسفانه دشمنان ما در عرصه فرهنگ و فرهنگی ورود جدی تر کردند، با امکانات بسیار سرسام‌آور کار ضد فرهنگی در عرصه افغانستان کردند و متاسفانه پیامدهای خیلی ناگواری هم در سطح جامعه و مردم افغانستان داشته است. بنابر این است که لازم به نظر می‌رسد که همه جریان‌های اسلامی و همه رسانه‌ها و مطبوعات اسلامی در رابطه با ترویج و تعمیق فعالیت‌های فرهنگی اقدام بکنند. حسینی مزاری در پایان سخنان خود با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای حمله تروریستی هفتم جدی 96 خبرگزاری آوا جای آنان را در این روزهای آخر سال 99 خالی دانست و به روح آنان اتحاف دعا نمود. عبدالمنان شیوای شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ هم در سخنانی با بیان اینکه آزادی بیان افغانستان در خون شناور است و ما در پرتگاه قرار داریم افزود، خبرگزاری آوا در 19 سال گذشته رسالتمند عمل کرده و این خبرگزاری نمونه خبرنگاری حرفه‌ای، آگاهی دهی دست اول برای انتشار و روشنگری و اطلاعات پیچیده از پستوهای سیاسی اوضاع افغانستان و همچنین تعهد به بیدارگری برای مردم افغانستان است. و ای روی کرده دولت افغانستان بر رسانه ها را روی کرده ملی فرهنگی دانست، نه روی کرده دینی. چون اگر بحث نگاه دین بر رسانه ها برمیان بیاد، ما ناگزیریم یک سری قید و بست ها و یک سری چارچوب های نظری و کارشیوه های سخت گیرنده ای را باید پیریزی بکنیم. چون با این روی کرد میشه در کشورهای منطقه یکی از کشورها را مثل ایران مثال زد. مژگان مصطفوی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ از سخنرانان دیگر این وبینار نقش رسانه‌های خصوصی در طول دهه‌های اخیر در افغانستان را چشمگیر و قابل قدر دانست، اما افزود که رسانه‌ها در قبال خانواده، جامعه و جلوگیری از تهاجم فرهنگی مسئولیت و نقش مؤثری دارند. تولیدات وطنی و افغانی خود ما را بتانن ترویج کنن تا ما بتانیم از ترویج فرهنگ بیگانگان در جامعه خود جلوگیری کنیم. بر ما ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های افغانی جامعه خود ما مهمتر و اولویت داره. دیگر سخنران این وبینار محمد خدادی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران نیز به فعالیت دو دهه‌ای خبرگزاری آوا اشاره کرد و افزود که این رسانه پل ارتباطی خوبی برای مفاهمه و تبادل اطلاعات بوده و هست و رسانه‌ها باید تلاش کنند که صدای صلح، دوستی و صدای انسان‌ها را منعکس کنند. اولین وظیفه رسانه‌ای خدمت به انسان‌هاست. انعکاس صدای محرومان یک جامعه است و ما در این گذر نیاز به تولید اطلاعات داریم، اطلاعات منطبق بر واقعیات، و علاوه بر این که مقابله بکنیم با جریانات الغایی که با هدف سیاسی و اقتصادی فضای اختشاش، ابهام، شبهه، تردید، شایعه رو ایجاد میکنن، بستر در حقیقت هم افزایی همکاری رو فراهم میارن. دکتر عصمت اللهی مشاور رئیس جمهور پیشین کشور نیز دوره 20 سال اخیر را تجربه وابستگی مطبوعات افغانستان دانست، چرا که نخبگان سیاسی کشور حالت وابستگی به ابرقدرت استعماری غرب را داشتند و مطبوعات نیز به تأثیر از این حرکت نخبگان سیاسی کشور بعد از نشست بن همیشه تحت تأثیر مطبوعات آمریکا قرار گرفتند و به نحوی به خود سانسوری پرداختند. بسیاری از رسانه‌هایی که تحت تأثیر استعمار آمریکا در این دوره قرار داشتند، اینها دین زدایی کردند، ارزش زدایی کردند و قداست زدایی در کشور کردند، به عقاید مردم توجه نکردند، به ارزش‌های ملی جامعه توجه نکردند، فقط به این که آمریکایی‌ها چی می‌خواهند، انتظارات آمریکایی را برآورده کردند. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نی هم به چگونگی برخورد خبرگزاری آوا با نشر خبر میگوید این برخورد نه بر مبنای وضعیت که بر مبنای نیاز بوده و این رسانه همواره خواست و نیاز مخاطبین را در نظر گرفته است.
و بر مبنای امی روی کرد اینا حرکت کردن. من فکر میکنم روی کرد از اینا و حرکتی که در 19 سال اخیر انجام دادن چیزی که ویژگی بسیار خوبی که داشته آهسته بوده ولی پیوسته. ما شاید از این نبودیم که یک بارگی اینا سر بزنن به قله های بسیار بلند، بعد یک بارگی شاید از این هم باشیم که دیگه نباشن. سید راحل موسوی فعال فرهنگ رسانه‌ای نیز خبرگزاری آوا را از پرپیشینه ترین و یکی از متعهدترین و اصولی ترین خبرگزاری ها در افغانستان برشمرد که همواره توازن بیطرفی در خبرها را رعایت کرده است. به این معنا که به همان میزان که خبرهای همسو و همجهت با رویکرد رسانه‌ای خودش را انعکاس می‌ده، خبرهای مخالف خودش را انعکاس می‌ده و هیچ ابایی و پروایی و ترس و هراسی از بازتاب و انعکاس خبرها و رویدادهایی که در تقابل با اهداف و راهبردهای این خبرگزاری قرار داره نداره. و همچنین با اشاره به حضور غرب و ناتوی فرهنگی در افغانستان به فعالیت‌های ایران ستیزی و ایران حراسی آنان اشاره کرد که این موضع‌گیری‌های ضد ارزشی نه تنها دامن ایران را گرفت که ایران ستیزی را در افغانستان نیز دامن زد و به لحاظ روانی عده‌ای از جوانان را نیز با خود همراه کرد. اما خوشبختانه افکار عمومی در افغانستان تحت این جو مسموم قرار نگرفت. از دیگر سخنرانان این وبینار می توان به محمد کاظم کاظمی نویسنده و شاعر نام آشنای کشورمان اشاره کرد که پیرامون محور جایگاه زبان فارسی در رسانه های افغانستان از غیر حرفه‌ای‌گری تا فارسی ستیزی صحبت نمود. به گفته ایشان هر شناسه و میراثی که در کشورمان است جزو میراث‌های فرهنگی ما بوده و باید برای همه ملت ما به صورت یکسان ارزشمند باشد. به گفته ایشان هر شناسه و میراثی که در کشورمان است جزو میراث‌های فرهنگی ما بوده و باید برای همه ملت ما به صورت یکسان ارزشمند باشد. همه مردم باید با عنوان یک ارزش ملی آن را حفظ کنند. و تصور نکنیم که با حذف یک زبان به واقع جای برای یک زبان دیگر بیشتر باز خواهد شد. نه، با حذف هر شناسه فرهنگی، با حذف هر جزئی از این میراث مشترک، به واقع ما بخشی از هویت ملی کشوری خودمان را دست دادیم. یعقوب یسنا نویسنده و استاد دانشگاه نیز در مورد رویکرد زبانی رسانه‌های افغانستان اظهار داشت که در این رابطه دو رویکرد داریم که شامل رویکرد حکومت و رویکرد رسانه‌های خصوصی میباشد. رویکرد حکومت شامل محدودیت‌هایی میشود که برخی از واژگان را حکومت خاص کرده که این واژه‌ها در رسانه‌ها گفته شود. معمولاً این واژه‌ها از زبان پشتو است. این رویکرد حکومت مورد اعتراض رسانه‌هایی است که زبانشان به صورت دقیق زبان پشتون نیست. و دیگر ممانعتی که می‌تواند در کاری رسانه‌هایی که به زبان فارسی فعالیت می‌کند، معمولاً این هست که از طرف حکومت گاهی وقت صداهایی بلند می‌شود که این رسانه‌ها از زبانی استفاده می‌کنند که زبانشان ایرانی هست یا تحت تأثیر ایرانی است، در حالی که زبان فارسی ایرانی و تاجیکستانی و افغانستانی ندارد، همه یک زبان هست. این وبینار در حالی به مناسبت 19 سالگرد تأسیس خبرگزاری آوا برگزار شد که صدها رسانه چاپی، دیداری و شنیداری در افغانستان تأسیس شده، اما به دلیل نبود تعریف مشخص از آزادی بیان در محور منافع و ارزش‌های ملی و اسلامی در افغانستان، حضور و تهاجم فرهنگی غرب در رأس آن آمریکا و حمایت همه جانبه از یک آزادی بیان بدون محدودیت، رویکرد تجاری رسانه ها و رویکردهای دینگوریز و ضد دینی در میان رسانه ها سبب شده که ما امروز یک فضای لجام گسیخته و مسموم فرهنگی در میان رسانه ها و جامعه داشته باشیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به حملات تروریستی در کابل، بغلان و هرات میگوید که تداوم خشونت‌های اخیر از سوی طالبان نشان دهنده آن است که این گروه نه تنها به حل بحران کنونی به گونه صلح‌آمیز و اساسی باور و اراده ندارند، بلکه با پیچیده ساختن وضعیت فرصت فراهم شده صلح را سبوتاژ می‌کنند. وی همچنین درباره روند صلح افغانستان هم گفت: طالبان اگر فردا هم به انتخابات حاضر باشند ما آماده هستیم، اما بدون انتخابات حاضر به انتقال قدرت به جانشین خود نیستم. 42 سال جنگ کفایت می کند و ما هم مانند سایر ملل جهان حق زندگی را داریم. شورای عالی مصالحه ملی اعلام کرده است که قرار است هیئت 16 نفری به نمایندگی از دولت افغانستان برای اشتراک در نشست مسکو فردا راهی روسیه شود. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه در صفحه فیسبوک خود نوشته است که رهبری این هیئت را عبدالله عبدالله به عهده خواهد داشت. این نشست قرار است به روز پنجشنبه 28 اوت در مسکو برگزار شود و گفته شده که به شمول آمریکا و روسیه، کشورهای چین و پاکستان نیز در این نشست حضور دارند. گفته می شود زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان هم در این نشست شرکت خواهد کرد. از همراهیتان با خبرهای امروز سپاسگزارم. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.